حتما شنیدید جیبورها به بهش نمیرن، اما ظاهراً به بهش زهرا چرا؟ جیبوره داره جیب اون پیرمرد کلاهیه رو میزنه. تو اون قسمت چیکار میکردی شما؟ تصویرت هم که هست که میدونم. خب چیکار میکردی بالا سر متوفا؟ من رفته بودم خواهش کنم دلداری بدی به اونا؟ رفته بودی چیکار کنی؟ من بگو. رفته بودم خوب فاتحه خونی. سر کدوم قطعه؟ 32. 32. تو 59 چیکار میکردی پس؟ سابقه دارن ایشون؟ بله ایشون سابقه متعدد جیبوری دارن. من توصیه‌ام به شهروندان عزیز اینه که سعی بکنن از حضور افراد غریبه اونجا خودداری بکنن. نگید اومدیم به زهرا خبری از سرقت نیستا. خودروهاتون هم بازم همون قفل و زنجیر بزنید، ایمنیشو رعایت کنید، داخل خودرو هم ساک و لوازم دیگه نذارید. اینا هم به زهرا رفتن اما نه برای جیبوری، بلکه به خاطر آهنبری. در حال سرقت دستگیر شد. در حال سرقت دستگیر شدی. 10 فقره سابقه سرقت دارن متاسفانه. ایشون هم بعد از سرقت اموال سرقت شده را ازشون خریداری میکردن. امروز به یه موضوع جدید برخوردیم، بحث صادرکنندگان موتور، البته از نوع سرقتیش. چیکار میکردی؟ موتور سرقت میکردی میفرستادیم برای شهرستانا. چجوری؟ از طریق اتوبوس. میشه تو کدوم محلا سرقت میبرد؟ فلا، یافت‌آباد، شهر ولی هست. سراغ چه موتورهایی میرفت؟ هوندا، آپاچی، انس. اینا هم رفتن لباس نیرو انتظامی خریدن و بقیه ماجرا. میپوشیدیم میرفتیم توی قراخونا، مردم خفت میکردیم، گوشی، پول، همه چی داشتون رو میگرفتیم. آره. درجهتون چی بود؟ درجه گروبانی بوده. چند درصد متوجه میشدن که شما معمول نیستید؟ 50-50 بود. 50-50. اکثرا بچه سنه متوجه نمیشدن. من خواهشم از مردم عزیز اینه که در چنین شرایطی حتما از مامور بخوان که کارت شناس واقع ماموریت بهشون نشون بده و در صورتی که به موارد مشکوک که برمیخورن حتما با سامانه 110 ما تماس بگیرن. این تجربه بوده آقا، یه وقتی مردم شک کردن به محض اینکه با 110 تماس گرفتن ما فرار کردیم. فرار کردیم.